سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز آموزش خورش عدس سبز رو براتون دارم. شاید تا حالا ندیده باشین یا نشنیده باشین، شاید هم خیلیاتون بلد باشین. اینو گفتم که بذارم، بالاخره هم یه غذای پرخاصیت هست هم ساده آماده میشه. حدود نیم کیلو عدس سبز رو من یه مقداری خیسوندم. عدس سبز زیاد نیاز به خیسوندن نداره، حدود یه نیم ساعت خیسوندمش با یه مقداری نمک. بعد آبش رو خالی کردم، مجددا آب جدید ریختم و باز گذاشتم که روی گاز جوشید. اون موقع حدود یه رو 20 دقیقه که جوش خورد آبش رو خالی کردم، دوباره آب جوش ریختم روش. چون عدس رو گذاشته بودم پخته بشه، نمیشه وقتی که عدس داغ آب سرد بریزین روش. آب رو گذاشتم جوش اومد، وقتی آبش رو خالی کردم مجددا رو عدس ریختم به همراه یه مقدار نمک و الان گذاشتم که داره میپزه. عدس سبز طبع سردی داره، برای همین من یه دونه از این فلفل سبزا داخلش میندازم، هم تبش رو مقدار متعادل کنه، همین که یه عطر خوبی به این خورشمون بده. از این عدس سبزای محلی هم استفاده کردم، اینا که ریز هستن. وقتی هم که جوشید تا اونجا که تونستم اون کفایی که روش میامد و برداشتم. حالا اینو برای خودش میذارم بپزه. برای سسی که میخوام داخلش بریزم، اینجا یه دوتا دونه پیاز رو به صورت خلالی من خرد کردم، توی روغن سرخ کردنی ریختم و دارم تفتش رو میدم. این یه سسی هست که به این عدس سبزمون اضافه میکنیم که بعد با همدیگه بپزن و جا بیفته. وقتی که پیاز یه مقدار سرخ شد، بعد زردچوبه و سیر رو بهش اضافه میکنم، تفت میدم. سیر یه مقدار کمی اضافه میکنم، اونم باز به خاطر اینکه طبع عدس سبز رو متعادل کنه. از سیری هم که استفاده میکنم، سیری که توی روغن نگهداری کردم، دستور آماده کردنش هم توی کانال گذاشتم، اگه تا حالا ندیدین میتونین برین و ببینین. و دیگه این سس رو آماده میکنم و اضافه میکنم به اون عدسی که در حال پختن هست. هم میتونین این غذا رو با نون میل کنید، هم با برنج سفید، دیگه هر جور که خودتون دوست دارید. دوستای عزیزم، تا این حد این پیاز تفت خورد. میتونین بیشتر از اینم تفتش بدین، میتونین تا همین مقدار که شد دیگه بقیه چیزا رو بهش اضافه کنه. اینجا من یه مقدار سیر رو اضافه میکنم. سیری که تو این اضافه میشه مثل اون دال عدس نیست که خیلی باید سیر داشته باشه، این فقط به خاطر اصلاح طبع سرد عدس سبزه. سیر سریع میسوزه، بنابراین خیلی تفتش نمیدم، در حدی که فقط بوش بلند بشه. زردچوبه هم همین جوره، اونم نباید خیلی تفت بخوره چون اونم میسوزه. اینجا رب رو اضافه میکنم. روب هم همونجور که بارها گفتم بستگی به اون روبی داره که استفاده میکنید، میزان رنگدهیش و غلظتش. دیگه خودتون دستتون میاد که چقدر باید اضافه کنید به غذاتون.
خب یه الان دیگه خوبه. رب رو وقتی که توی روغن تف میدیم هم بوی خامی رب گرفته میشه، هم میزان رنگ دهیش توی غذا بهتر میشه. الان این دیگه خوبه، من اینو خاموش میکنم و به اون عدس سبز که در حال پخته اضافه میکنم. البته من یه مقدار ادویه هم اضافه کنم به این عدس. این غذا رو هم میتونین تون درستش کنید. جنوبی ها معمولا غذای تون درست میکنن. دیگه این بستگی به ذائقه خودتون داره. خب این سس که اضافه کردم میذارم حدود 1 ربع دقیقه با هم دیگه بجوشه. بعد یه مرحله دیگه این غذا داره که بعد از اون نشونتون میدم. خب یه 20 دقیقه میذاریم اینا با هم دیگه جوش بخورن. عزیزان یه مقدار از پختمون گذشته، اینا اگر دوست داشتین میتونین به همین شکل استفاده کنین، یعنی همینجور مشخص باشه عدسا. دوست نداشتین میتونین بلندش کنید. اینجا من چند تا سیب زمینی خرد کردم بهش اضافه میکنم. این دیگه مرحله آخر این غذا هست. نکته ای که درباره سیب زمینی میخواستم بهتون بگم اینه که بعضی سیب زمینی ها رو وقتی که پوست میگیرین میبینین که یه مقدار سبز هستن. اون قسمت های سبز رو حتما از سیب زمینی جدا کنید، به خاطری که اینا یک سمی هست، سمی دارن به نام سولانین که نباید وارد بدن بشه. حتما اون قسمت های سبز سیب زمینی رو بگیرید. این دیگه کار خاصی نداره، فقط یه مدت که گذشت میچشین، نمکش و طعمش اینا رو میچشین ببینین چجوری هست. اگر چیزی نیاز داشت که اضافه میکنید. اینم غذای امروز ما، امیدوارم که راضی باشید. اگر سوالی چیزی هم داشتید میتونید کامنت بذارین، جوابگوتون هستم. تا یه آموزش دیگه همه شما رو به خدا میسپارم.